مسلمان شدن دختر کانادایی اینکه یک نفر مسلمان شده خبر خوبی است. مردم هم دست به دعا و شکرگویی بلند می کنند. جوان کانادایی به نام روزی گابریل به عنوان دختر موتورسیکلت سوار که به تنهایی با موتورسیکلتش به دور جهان سفر می کند. این بار او به پاکستان رفته است، جایی که در حال حاضر از غذاهای محلی و مهمان نوازی لذت می برند. او در این سفر پاکستان را کشوری شگفت انگیز و امن نامگذاری کرده است. او میگوید همه به من گفتن که آمدن به عنوان یک زن مجرد به پاکستان خیلی خطرناک است، چه رسد به سوار شدن به یک موتورسیکلت در سراسر این کشور. اکنون میتوانم به شما بگویم که سفر 1500 کیلومتری به پاکستان به عنوان یک دختر و آنچه را که تا کنون تجربه کردم دوست داشتنی بود. لبخندهای بیشمار و شادیهای بی‌حد و حصر را با مردم تجربه کردم. مخصوصاً وقتی متوجه می شدم که من یک موتورسیکل سوار زن هستم. خانواده های زیادی هستند که از من دعوت می کنند تا در کنار آنها بمانم. وقتی در فروشگاه ها و جاهایی برای خرید می روند، قبل از اینکه من بخواهم پول بدهم، اغلب اوقات کسی آن را برای من خریداری می کند. یا مالک اجازه نمی دهد من پرداخت کنم. میگویند که من در کشور آنها مهمان هستم و آنها دوست دارند این را با من هدیه بدهند. غذا و غذای بیشتر. و هر کجا که بروم با من پیشنهاد می شود غذای خانگی فوق‌العاده پخته شده را بخورم و یا از آنجا که گذر می کنم هدیه‌ای از فروشندگان خیابان بخورم. اما می خواهند سلام کنند و از من بپرسند که من از کجا هستم و کنجکاو هستم که درباره پاکستان چه فکر می کنم. آنها تلاش میکنند و من بفهمانند که اسلام دین صلح و عشق هست و میگویند تو هر طوری که هستی برای ما پذیرفتنی هستی و اکنون از طرف مردم و خانواده هایی که در کنار آنها هستم چیزهای زیادی به من هدیه شده و بیشترین توجه و میهمان نوازی را در اینجا تجربه کردم. حتی اگر آنها چیز زیادی برای دادن ندارن ولی تلاش میکنند در حد توان خود و من کمک کنند و لبخند هدیه بدهند. من خوشحالم با آنها با تمام قلب خود می بخشن. بنابراین من واقعا عاشق مردم اینجا شدم. بعد از اینکه او در پاکستان به خاطر گرفتن عکس و از روی علاقه به فرهنگ مردم پاکستان چادر پوشیده است و لباسهای پاکستانی بتن کرده است. عکسهای او را گرفته در فیسبوک هایشان نوشتن که او به اسلام گرویده است. در آخر گفته است من با تمام وجود عاشق پاکستان و مردمش شدم. همین.